Herkese merhabalar. Nasılsınız? توی این ویدیو میخوام پاسخ بدم به پرتکرار ترین سوالاتتون که توی این چند روز از همون پرسیدید و مرسی از استقبال بی بنابراین از ازتون میخوام که این ویدیو رو تا انتها ببینید تا پاسخ سوالتون رو به دست بیارید. اگر باز سوالی موند میتونید بپرسید من و همکارانم در خدمتتون هستیم تا پاسختون رو بدیم. یکی از بیشترین سوالات این بود که کتابی که آموزش میدیم چه کتابی است؟ کتاب آموزشی ما کتاب هیتیت هست. هیتیت یک خود کتاب هیتیت سه تا هست. هیتیت یک، هیتیت دو و سه، کتاب هیتیت یک شامل سطح آیک و آدو میشه که خود این کتاب همچون که حالا من براتون فرق بزنم که ببینید دوازده درس رو پوشش میده شیش درس اول میشه سطح آیک شیش درس دوم میشه سطح آدو که خیلی پرسیده بودید که خب سطح آیک چیه؟ سطح آیک میشه شیش درس اول کتاب هیتیت یک که ما اومدیم کل کتاب رو که شامل دوازده درس هست به چهار بخش تقسیمش کردیم بخش پکیج پایه کامل پکیج مقدماتی کامل پکیج متوسطه کامل یک و پکیج متوسطه کامل دو بنابراین سطح آیه که ما میشه پکیج پایه کامل و پکیج مقدماتی کامل که درس یک تا شیشه کتاب هیتیت یک میشه و اما سطح آی آیک به چه دردی میخوره و مناسب چه افرادی هست ببینید سطح آی آیک از صفر صفر آموزش داده میشه بنابراین با خیال راحت میتونید آموزشتون رو با همین کتاب هیتیت یک و با سطح آی آیک ما شروع کنید توی سطح آی آیک شما میتونید مکالمات ابتدایی رو یاد بگیرید عبارات روزمره کلی افعال پرکاربرد رو یاد بگیرید خوندن و نوشتن رو یاد بگیرید فیلم های مختلف رو میتونید متوجه بشید و بنابراین میتونم بگم که میتونید مکالمات روزمره که نیاز دارید بهش در زندگی در ترکیه و یا در سفرتون یاد بگیریدش و پرسیده بودید چه مدت میتونید سطح آی آیک رو یاد بگیرید ببینید سطح آ آی شامل 27 ساعت آموزش ویدیویی هست در 76 قسمت این بستگی به شما داره که در چند روز تمومش کنید من یه چیزی بهتون بگم یادگیری زبان در طول زمان اتفاق میفته بنابراین دنبال این نباشید که فشرده یاد بگیرید تمرکزتون روی یادگیری درست و تمرین باشه این بستگی به شما داره که این 76 قسمت رو در 76 روز یاد بگیرید یا کمتر یعنی دو تا ویدیو و دو سه ساعت تمرین در روز داشته باشید و بتونید در یک ماه سطح آی آیک یک رو یاد بگیرید که پیشنهاد من این هست که آهسته و پیوسته زبان رو یاد بگیریدش بریم سراغ سطح آدو که سطح آدو چی هستش؟ سطح آدو میشه از درس هفت تا درس دوازده کتاب ایتید یک یعنی ما اسم گذاشتیم پکیج متوسطه کامل یک و متوسطه کامل دو ببینید وقتی شما سطح آیک رو آموزش دیدید همونطور که بهتون گفتم توانه عمومی ارتباط گرفتن رو به دست میارید اما توی سطح آدو شما کلی از افعال رو یاد میگیرید که بسازیدشون که هم پرکاربرد هستن و هم پیشرفته هستن بنابراین من میتونم خیلی راحت بهتون بگم اگر شما قصد کار کردن در ترکیه رو دارید اگر قصد زندگی و همچنین مهاجرت رو دارید و اگر قصد ادامه تحصیل رو دارید با سطح آدو میتونید زبان خودتون رو تکمیل ترش کنید و با سطح آدو شما توانایی پیدا می کنید تا بتونید در موضوعات مختلف با افراد مختلف مذاکره کنید صحبت کنید نظرات مختلف رو بشنوید و بیان کنیدش همچنین شما میتونید فیلم ها رو ببینید و با فیلم دیدن حدود 90 درصد فیلم ها رو به راحتی متوجه بشید کتاب میتونید دیگه بخونید و همچنین میتونید آهنگ مختلف رو گوش بدید و بیشترش رو متوجه بشید همچنین میتونید در ادارات و بانک ها فرم های مختلف رو هم حتی پر کنید با سطح آدو ما گفته بودید سطح آدو رو در چه مدت میشه یاد گرفت سطح آدو چهل ساعت آموزش ویدیویی هست در 111 قسمت که این مستگی به شما داره که این 11 قسمت رو در یازده روز یاد بگیرید یا کمتر یعنی حدود سه ماه سه ماه و نیم که کل سطح آیک و سطح آدو میشه 187 قسمت ویدیویی که شما میتونید توی 6 ماه آموزش ببینید و یا کمتر که این بستگی به برنامه ریزی خودتون داره و البته در مورد پشتیبانی پرسیده بودید همه شما عزیزان به گروه های پشتیبانی ما توی واتساپ قد میشید و من خودم شخصا پاسخگوی تمامی سوالات شما در گروه های پشتیبانی واتساپ هستم بنابراین من بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقه دارید به زبان ترکی استانبولی و اگر تصمیمتون در یادگیری جدی هستش حتما سطح آ و سطح آ رو کامل آموزش ببینید و از سطح آ به بعد میشه سطح B1 و B2 و بعد هم میشه سطح جبیر که من بهتون میگم اگر شما قصد ادامه تحصیل در دانشگاه دارید در رشته کارشناسی رو دارید باید سطح B رو آموزش ببینید و اگر در رشتههای پزشکی و دندون ادامه تحصیل میخواید بدید باید تا سطح جبیر یعنی دیپلم زبان ترکی استانبولی آموزشتون رو ادامه بدید اما اگر فقط و فقط قصدتون این هست که زندگی کنید کار کنید در ترکیه سطح آیک و آدو براتون کامله و وقتی که شما سطح آدو رو یاد میگیرید میتونید با زندگی در ترکیه چون میدونید خیلی از زبان آموزه ما ساکن ترکیه بودن چه دو ماه زندگی کرده بودن چه دو سال زندگی کرده بودن و به گفته خودشون اینکه ما فکر میکردیم که با زندگی در ترکیه میتونیم زبان رو یاد بگیریم میتونیم خوب متوجه بشیم اما نمیتونیم صحبت کنیم و ما خوشحالیم که تونستیم در مسیر یادگیری قرار بگیریم و بتونیم با پکیج آموزشی ویدیوییمون آموزش اصولیشون رو شروع کنیم. بنابراین وقتی شما در ترکیه هستید درست موقعیت های مختلفی رو دارید برای صحبت کردن با افراد مختلف اما تا وقتی نتونید زبان رو صحبت کنید این موقعیت های خوب رو از دست میدید بنابراین چقدر خوبه که زبان رو یاد بگیرید و بتونید به بهونه یه چایی هم که شده با کلی دوست ترکیه ای بشینید و گپ بزنید و از صحبت کردن ترکیه استانبولی لذت ببرید حالا بخوام تجربه تدایی از زبان آموزامون رو بهتون بگم میگفتم ما خیلی هزینه های گذافی کردیم و راه اشتباه رو رفتیم و حالا متوجه شدیم راه درست برای یادگیری چیه و من باید بهتون بگم خیلی دقت کنید در انتخاب کتاب و انتخاب روش آموزشیتون چرا که شما هزینه زمانی میکنید هزینه مالی میکنید اما بعد از مدتی ممکنه با اون کتاب آموزشی که دارید آموزش میبینید ببینید در انتهای کتاب چیزی دستگیرتون نشده و این خودش باعث میشه اعتماد به نفس آدم بیاد پایین و فکر کنه که خود فرد نمیتونه یاد بگیره به خاطر همینه که ما کتاب هیتیت رو انتخاب کردیم برای آموزش کتاب استانبول و کتاب یدی اکلیم مناسب و مورد تایید ما نیستن کتاب یدی اکلیم مناسب هست اما ویژه نوجوانان هست کتاب استانبول برای بزرگسالان هست اما این کتاب ناقص هست ما خیلی از زبان آموزامون به کتاب استانبول آموزش دیده بودن کتاب استانبول یک و استانبول دو رو هم تموم کرده بودن اما متاسف با صرف این همه هزینه زمان و هزینه مالی دوباره شروع کردن با ما حالا کتاب هیتیت یک رو آموزش دادن کل کتاب استانبول یک برابر با فقط سه درس اول کتاب هیتیت یک و کل کتاب یه دیه یک برابر با فقط پنج درس اول کتاب هیتیت یک بنابراین اه شما برای اینکه آموزش اصولی داشته باشید و تمامی نکات رو برای مکالمه یاد بگیرید پیشنهاد ما این هست که کتاب ایتیت ای یک رو آموزش ببینید ما براتون در هایلایت پکیج پایه مقدماتی و متوسطه سرفصل ها رو براتون گذاشتیم میتونید بررسی کنید چه سرفصل ها و چه موضوعاتی رو تا الان یاد گرفتید و از الان به بعد با ما همراه بشید و آموزش ببینید و به خاطر همین بهتون میگم با اینکه کتاب استانبول یک سطح آی رو پوشش میده اما سطح آی آیک کتاب استانبول یک برابر نیست با سطح آیه کتاب تی تی آیک کتاب هیتیت یک و فقط برابر هست با پکیج پایه کتاب هیتیت یک و شما باید از پکیج مقدماتی با ما شروع کنید و اما نکته آخر تعدادی از شما عزیزان گفته بودید که ما میخوایم زبان یاد بگیریم اما حوصله یادگیری گرامر نداریم و فقط میخوایم مکالمه یاد بگیریم من باید بهتون بگم که برای یادگیری زبان هیچ راه میانبری وجود نداره و شما باید زحمت بکشید تمرین کنید و یاد بگیرید بنابراین ما برای این دسته دوستانی که گرامر رو دوست ندارن و فقط میخوام یه سری جملات رو یاد بگیرن یه پکیج طراحی کردیم ویژه سفر که این پکیج صوتی شامل عبارات کاربردی هست در جای مختلف مثل فرودگاه هتل رستوران صرافی بانک هر چیزی که شما نیاز دارید رو ما طراحی کردیم در قالب یک پکیج دانلودی که شما میتونید این پکیج استانبول با شادی رو تهیه کنید و به صورت صوتی ازش استفاده کنید توی پیاده روی توی ورزش یا پشت ترافیک ها و همچنین باید بهتون بگم روی پکیج استانبول باشادی یک هدیه خاص هست از طرف مجموعه استانبول سرا که راهنمای استانبول هست به زبون فارسی که دیگه شما نیاز به تور لیدر در استانبول نداشته باشید و همه جور اطلاعاتی رو در مورد استانبول به دست بیرید با خوندن این راهنمای استانبول که پیشنهاد میکنم بهتون حتما اگر سطح آ و سطح آ رو هم تهیه کردید این پکیج هم میتونه مکملی باشه برای یادگیری شما که ویژه سفر هستش و میتونید تهیهش کنید امیدوارم که به تمامی سوالات شما پاسخ داده باشم اگر هنوز فکر میکنید سوالاتی دارید که توی این ویدیو بهش پاسخ ندادم حتما توی کامنت و دایرکت مطرح کنید من و همکارانم به سوالات شما پاسخ میدیم همچنین ادمین ها توی دایرکت بهتون راهنمایی میکنن که چه پکیج مناسب شما هستش مثل همیشه تو چیلک بیزیم لک